علی رضا فیروزی عزیز، یه سوال متفاوت از دید علی رضا فیروزی. آیا جوانی که میخواد وارد دنیای موسیقی بشه به صورت حرفه‌ای حتما نیاز داره به تحصیلات آکادمیک به نظر تو، یا صرفا یک استعداد ذاتی میتونه براش کافی باشه؟ ببین، اینجوری باید بهت بیان بکنم که این گوهر باید در درونت باشه. خب این گوهری که در درونت هست، هر چی روش کار بکنی میتونی یک انگشتر قشنگتری ازش بگیری. و این گوهر رو همه آدم رو دارن، همه آدم. اینجا نکته مهمه، چون من درس چند سال، من از 18 سالگی دارم درس میدم، 19 سالگی، بعد الان چند سالم؟ 32 سالمه. 32 سالم تازگی تموم شد، 31 هم تموم شد. ولی حالا خودمو پیر نکنم. ببین، من همیشه به شاگردام میگم، علی، میگم که این موسیقی استعدادیه که در نهاد انسان وجود داره، یعنی در روح انسان وجود داره، ولی درصد داره. من منکر این نیستم که یه نفر میاد واقعا گوش موسیقیش واقعا انقدر قویه که میون برد میزنه دیگه، 3 سال 4 سال یه دفعه میاد اندازه 7-8-10 سال یه نفر میره جور. من منکر اون نیستم، ولی من به این هم اعتقاد ندارم که آدما نمیتونن در فضای موسیقی گام بردارن. در فضای، در هیچ فضایی. ببین آقا، من توی ورزش یه مثال بزنم. ببین آقا، من وقتی میرم باشگاه یا شما که میری جیم یا هر کاری میکنی، قرار نیست آرنولد بشی و نمیشی. خب چون اون یه استعدادی داره که عضلاتش مثلا به یک نحو دیگه ای رشد میکنه، ولی قرار نیست چون شبیه آرنولد نمیشیم نریم ورزش کنیم. که دقیقاً بگیم آقا ما که آرنولد نمیشیم، ولش کنم، چرا بریم جیم؟ آقا خب ورزش که میتونیم بکنیم، حالا آرنولد نشیم. مگه همه باید آنات بشن؟ مگه همه باید لوریس چاکناواریان بشن؟ مگه همه باید ریانی باشن یا شرط مثلا استاد روحانی بشن یا هر کسی دید؟ شما این موسیقی برای همه است. این موسیقی اول از همه یه هنره که انسان بهش احتیاج داره. حالا یه سری از آدم ها تصمیم میگیرن که در این فضای به این بزرگی پیشرفت بکنن، روش بیشتر انرژی میذارن. این گوهر در درون ما. حالا شما وقتی که میخوای بری از این گوهر استفاده بکنی، بکنی چه انگشتر زیبایی که همه نگاه بکنن، چه اتفاقی میفته؟ باید روش کار بکنی. حالا آکادمیک میشه، تمرین میشه، استاد خوب میشه، وقت باید بذاری، بچگی باید کار بکنی. ولی بعضی از من زنگ میزنن میگن که آقا ما که استعداد نداریم، یا ما که دیگه مثلا از سنمون گذشته. من به اینا اعتقادی به هیچ وجه ندارم. بله، این کسی که 50 سالشه قرار نیست که بشه یه استاد، ولی حق داره از فضای موسیقی لذت ببره.